خیلی خوش اومدین به بخش آخر. دکتر میترا بابک عزیز با ما هستن با موضوع مهم طلاق عاطفی. قبل از هر چیز سلام و احوالپرسی با شما. خیلی خوش اومدین. من خیلی امروز حالم خوب نیست. چرا؟ پشتم خیلی درد گرفته. یه خورده درد فیزیکیه. انقباض عضلاته. ولی وقتی در کنار مردم و در کنار شما هستم خیلی بهترین خوبم. لحظه خیلی خوبه. بریم سراغ موضوع. طلاق عاطفی یعنی چی اصلا خانم بابک؟ طلاق عاطفی یعنی من احساس دیگه به تو ندارم. دیگه با تو حرفی ندارم. تو حرف منو نمیفهمی. من حرف تو رو نمیفهمم. بیشتر تو حرف منو نمیفهمی. بیشتر طرف خودش رو نگاه میکنه. رب احساس عاطفی، احساس جسمی، احساس جنسی دیگه به تو ندارم. به نوعی قهرم یکی از طلاق‌هاشه و یکی از بدترین طلاق‌هاست. طلاق ببین، طلاق قانونی تموم میشه میره، اما طلاق عاطفی ماندنیه. بعضی مواقع تو پرانتز بگم طلاق قانونی رو هم دادن ولی هنوز طلاق عاطفی سالم ندادن. حالا این پرانتز بود. ولی متاسفانه مخصوصا تو کشورهای شرقی و بلوک شرق و جهان سوم اکثرا طلاق عاطفی زندگی ها. حالا چه زن و شوهر با هم طلاق عاطفی دارن، چه با خانواده ها طلاق عاطفی دارن و چه فرزندان با پدر مادر یا پدر مادر با فرزندانشون، که الان خیلی زیاد شده. اختلافات خانوادگی خیلی بیشتر از گذشته شده اگه دقت بکنید. متاسفانه طلاق عاطفی معلوم نیست، خیلی نشون نمیده. یعنی زمانی که من بی‌حس میشم، زمانی که حس انزجار بهم دست میده ازت، زمانی که ازت متنفر میشم، زمانی که دائما تو فکرم میگم انشالله یه روز طلاق بگیرم، زمانی که این فکر میاد بدونم که دیگه من طلاقو دادم و این عینه یه اسیدیه که از درون منو داره میسوزونه. و در جهان سوم یا کشورهایی که بیشتر مردسالاره، یه خانوم‌ها خیلی بیشتر گرفتاره طلاق عاطفی میشن. یکی از عزیزان توی قسمت اینستاگرام من نوشته بود که جالبه، من رفتم نگاه کردم دیدم اکثرا خانوما جواب دادن، آقایون کجان؟ چون اکثر طلاقای عاطفی رو خانوما میدن. آقایون هم میدن ولی اکثرا خانوما میدن. حالا چرا؟ جرأت نمیکنن بگن، شاید یکیش جرأت نمیکنن. یه دوما آقایون مثل خانوما خیلی پرونده ساز نیستن. ببین مثلا میان پلو من میگه 25 سال پیش فلان روز فلان دقیقه مامانت یه همچی حرفی زد تو هیچی نگفتی. میمونه پرونده مونده، سالیان سال برای من مونده. اکثر طلاق های باز میگم کشورهای مثل کشورهای ما، بعضی مواقع همون تو دوره خرید ازدواجه یا دوره بله برونه و یا شب اول ازدواج زناشوییه. میدونین اینا؟ مثلا من یه کیس داشتم، بعد از 25 سال میخواستن جداشن. خانمه میگفت من همه عمر 25 سال زندگی زناشوییم از این متنفرم. به جلو خودشم بدم میامد. ریشه یابی که کردیم با هم دیگه، دیدم دو ماه قبل از اینی که عروسی بکنن، اینو عقد کرده بودن، دو ماه قبل از اینی که عروسی بکنن یه خونه پیدا میکنه. خب زن و شوهر بودن دیگه، میرن با هم، بعد آقا عجله میکنه رو این قضیه همخوابی و این خانم اصلا راضی نبوده و از اون تاریخ طلاق عاطفیش بوده. یعنی دیگه من تو به من امنیت ندادی، تو به حرف من گوش نکردی، تو به احساس من توجه نکردی و من تو رو طلاق عاطفی دادم. یعنی وقتی برگشتیم خود خانم متعجب بود از یه همچین ریشه عمیقی که خودش آگاه نبود، قسمت ناخودآگاهش بود، که بعد ادامه پیدا میکنه دیگه. اینت بده، اونت بده، طرز حرف زدن، پرونده بیشتر و بیشتر میشه. خانواده ها تو کشورهای ما خیلی تاثیر دارن رو طلاق عاطفی زن و شوهر، برای اینکه دخالت خانواده ها خیلی زیاده. مثلا یه عزیزی نوشته بود ما دو سال ازدواج کردیم، من میخوام یه تولد برای همسرم بگیرم، اجازه ندارم، خانواده‌اش اجازه نمیدن، اونا باید برای ما تصمیم بگیرن، برای هر چیز ما باید اونا تصمیم بگیرن. این باعث طلاق عاطفی میشه. برای اینکه ببین آقایون، من یه بار یادم اون یکی کسرا بود، با هم برنامه داشتیم، اختلاف خانوادگی بود موضوعمون. من گفتم من دلم واسه آقایون خیلی میسوزه، آقایون خودمون. گفت چرا؟ گفتم به خاطر اینکه آقایون وقتی که ازدواج میکنن از این طرف مادر رو دارن، از این طرف همسر رو دارن، بعد بلدم نیستن، مهارتم ندارن، حالا میخوان اینو راضی کنن یا اونو راضی کنن، آخر هر دو خرابکاری میشه، هر دو هم طلبکار میشن، هر دو هم از دست این فرد ناراحت میشن.
فشار خیلی زیادیه. اختلافات خانواده ها خیلی تاثیر میذاره روی زندگی زناشویی. برای اینکه میگه تو چرا وای نمیسی جلو پدر مادرت؟ تو چرا قدرت نداری؟ تو چرا مرد نیستی؟ من میخوام وایسی، من میخوام دعوا کنی. یعنی دائما میگه از من در طرفداری کن. از من ببین، فرهنگ ما اول ازدواجشون رو میکنن با خانواده ها و بعد ازدواج میکنن. من یه بار گفتم طلاق سالم که بعداً توضیحش رو میدم، خانواده ها رو بدین بعد ازدواج کنین، برای اینکه وقتی با اونا بیاین وارد زندگی زناشویی بشین، زندگی میشه طلاق عاطفی. میترا جان اگه اجازه بدین در حین صحبتامون که میکنیم سوالای عزیزان که روی صفحات مجازی گفتن رو بپرسیم. میلا جان گفته که چجوری میشه از شروع رابطه که با عشق شروع میشه کاری کنیم که به طلاق عاطفی نرسه؟ عشق، ما باید در مورد عشق صحبت کنیم، چون عشقی که به ما تفهیم کردن عشق واقعی نیست، عشق خیالیه. صحبت نکردیم تا حالا. نه، باید عشق رو باز کنیم. دقیقاً. برای اینکه به ما نیاموختن عشق واقعی یعنی چی؟ عشق خیالیه، کتابای قصه و کتابای شعر هم که نکنی اصلا ترسناک طرز این صحبت کردن و تعریف عشق. عشقهای شرقی معمولاً به خاطر محدودیت‌های مذهبی و سنتی متاسفانه نزدیکی و شناخت نداره. معمولا هم که خواستگاری ازدواج دیگه، هنوز هم خواستگاری ازدواج ها. و حتی اگر عشقی هم باشه، یعنی عشق داشتن به هم دیگه، اینقدر خانواده ها دخالت کردن که اینا نگاه نکردن به ضعفای خودشون، همش حواسشون بود به اختلافاتی که خانواده ها دارن. بعد که میرن زیر یه سقف تازه متوجه میشن که چقدر با هم مشکل دارن. به همین دلیله که من تمنای من از خانواده ها اینه که زود اجبار نکنین ازدواج کنین ازدواج کنین، یا اینکه نگین این بده اون خوبه، بذارین یه مقدار یه فرصتی رو بهشون بدین تا خودشونو پیدا کنن و بتونن تصمیم بهتر بگیرن. دلیل یه همچین مثالی اینه که من و تو نمیشناختیم، من کیستم، تو کیستی و ما کیستیم، و وقتی رفتیم زیر یه سقف، اختلافات خانوادگی هم که اومد وسط، اینا کم کم اون عشق من رو کم رنگتر و کم رنگتر کرد. جدیداً خیانت ها خیلی داره کم رنگ میکنه متاسفانه در جامعه ما. خیلی ها زیاد نوشته بودن از وقتی که فهمیدم همسرم به خانمای دیگه نگاه میکنه و یا با خانمای دیگه در ارتباطه، من دیگه طلاق عاطفی دادم. یکی از مصیبت های جامعه ما اینه که خانم به خاطر اینکه استقلال مالی نداره طلاق عاطفی رو میده، ولی به خاطر ترس از آبرو، به خاطر بچه‌ها. بدترین کار اینه که من به خاطر بچه‌ها ماندم، ولی بیشتر ترس از آبرو، ترس از قضاوت و بعد نداشتن موقعیت مالیه، ولی سر بچه‌ها خالی میشه. ببین، مادر و پدری که طلاق عاطفی دادن همدیگر رو، بچه‌ها له میشن اونجا. بعد اینا دلشون خوشه که داریم زندگی میکنیم دیگه، دارم میسوزم دیگه، به خاطر شماها دارم میسوزم و میسازم، در صورتی که میسوزم و میسوزانم. اونجا خیلی خطرناکه. اکثر پدر مادرای ما و پدر مادرای فعلی با هم رابطه سالم ندارن، با هم طلاق عاطفی میدن به هم دیگر. طلاق عاطفی در ابتدایش بعد سریع این علف هرز رو گرفت. یعنی به محض اینکه من قبلا هم گفتم، زمانی که همسرت میاد خونه میگه دلم نمیخواست بیام تو این خونه، زمانی که بچت میاد خونه میگه دلم نمیخواد، زمانی که میخواد فرار کنه از خونه، فرزندت میخواد از خونه فرار کنه، همسرت دلش نمیخواد، زمانی که سکوت میکنه، دیگه حرفم میزنی، داد میزنی، غر میزنی، نفرین میکنی، هر کاری میکنه، این دیگه ساکت شده، خوشحال نشو، این خبر بده، این طلاق عاطفیه، این بدترین علائم جونه. جالب بگم، پرو همون صحبتی که کردین، گفتی که خانوما آره بیشتر. من اتفاقا می‌خواستم همونو بگم. یه خانومی به اسم با آیدی نفسیف، حالا نمیدونم، بله، گفتن که شوهرم از وقتی که بچه دوم به دنیا اومد طلاق عاطفی. این خیلی جالبه. چرا؟ آی مامان، بچه‌ت اومده شوهرت، فراموش نکن. خیلی از مامانا وقتی بچه دار میشن، بعضی از باباها هم همینطورن، وقتی بچه دار میشن وارد خونه که میشن، بابایی کجایی، بابایی کجایی، مامان اینجا احساس حسادت میکنه، یا برعکسش، پدر میاد خونه میبینه رابطه جنسی، چون خیلی وقتا پست نیسل دیپریشن یا افسردگی بعد از زایمان میاد، خانم اصلا متوجه نیست که دیگه حواسش به رابطه جنسیش نیست، به رابطه همسری عاطفیش نیست، همسری دفعه احساس میکنه که کاشکی اینو نداشتیم و قبلا خیلی زندگیمون بهتر. البته اینی که میگم برعکسها، شوهرشون به خاطر اینکه شوهر داره، وقتی میاد خونه، وقتی میاد خونه میبینه اون حال و هوای گرمی دیگه نیست، سر خانم خیلی گرمه. دائما هم خانمای شرقی میدونی که هی بهانه میارن که فرار کنن، برو بخواب الان میام، صبر کن کار دارم، و اینا همه باعث میشه که
احساس خیلی بدی به مرد میده. احساس میکنه که نکنه منو دیگه دوست نداره، نکنه دیگه به من احترام نمیذاره، نکنه دیگه علاقه به من نداره. بچه اومد این وسط رابطه ما رو خراب کرد. رابطه زناشویی یکی از اساسی ترین مسئله ایه که طلاق عاطفی به وجود میاره. و چون هر دو طرف منتظرن دیگری بدونه، مخصوصا خانم‌ها با احساسن، حساسن، اگر ناراحتن از شوهر یا خانواده شوهر و شوهر همدلی نمی‌کنه، دفاع می‌کنه، زن به راحتی طلاق عاطفی رو میده و این توی رابطه زناشوییشون تاثیر بسیار بسیار بدی میذاره و همین یکی از بدترین ریشه های طلاق عاطفی متاسفانه. دقیقاً. پس زمانی که بچه دار میشیم، حالا چه پدرم چه مادرم فرق نمی‌کنه، همسرم اولویته، اولویت رو از دست ندم، برای اینکه اگه حسادت بیاد وسط، بعد ریجکشن یا پس زدن میاد که کاش که این بچه رو نداشتیم. بارها اومدن پیش من میگفتن، میگن اگه تا دومی نیومده بود اوضاع ما خیلی خوب بود، دومی که اومد همه چی خراب شد. یه پرانتز دیگه، بعضی مواقع همسر شوهر به فرض راضی نیست به بچه دوم یا سوم، خانم بچه دار میشه که جاشو سفت، زندگی سفتر بشه. بدترین کار و خیانت بارترین کاره، برای اینکه اون پدر با لجبازیش میخواد بگه من که راضی نبودم، بعد این بچه قربانی معصوم رو باید پس بزنه. میترا جان، من یه سوال داشتم در رابطه با فرق بین طلاق عاطفی و طلاق رسمی، طلاق معمولی که میگیرن. فکر میکنم که میشه با کامنتی که یکی از عزیزان گفته اینو ادغام کرد، جواب شد. خانم بیتا گفته که به نظرم زوجهایی که دچار طلاق عاطفی میشن بعد خیلی سریع طلاق قانونی هم بگیرن. هم میتونین فرق اینا رو بگین، هم که راه چاره طلاق. ببین طلاق رسمی که میدونی، طلاق رسمی تا بیاد، حتی اینجا هم 2 سال طول میکشه، ولی اونجا مخصوصا خانواده ها دخالت میکنن، خیلی سخت میشه. الان هم خیلی سخت شده. و اون طلاق رسمی که امضا داده میشه و تمام میشه میره، طلاق عاطفی تمام نمیشه، طلاق عاطفی مانده است. یعنی هنوز ما زیر یه سقف زندگی میکنیم، هنوز به عنوان زن و شوهر همه جا مطرح هستیم، اما از هم متنفریم، یا یه طرف از اون طرف متنفره. این طلاق خیلی خطرناکتر از طلاق رسمیه، چون طلاق رسمی بالاخره یه چیزی تموم شد. اما هرچند که در هفته‌های آینده صحبت میکنم، هرچند که طلاق رسمی را ما بلد نیستیم درست و اصولی بدیم، ما 20 سال 10 سال طلاق گرفته رفته، طلاق داده رفته، ولی هنوز داره در موردش صحبت میکنه، هنوز داره نفرین میکنه. اینا طلاق‌های ناسالم رسمی و عاطفیه که ما باید یاد بگیریم طلاق عاطفی سالم چیست، که خانواده هامون و همسرمون هم طلاق سالم، طلاق دادن سالم. اتفاقا من 4 تا درست کردم که در آینده در موردش صحبت میکنم. بد نیست، بسیار بسیار سالمه که برای دوست و خانواده و همه میشه استفاده کرد و زندگی رو ساده و آسون و با آرامش ادامه داد. وگرنه طلاق بماند، طلاق عاطفی بماند، سوختن است، سوختن. پس شما نظرتون با بیتا، خانم بیتا، دقیقاً درست. که خیلی همینه نوشتن که طلاق بگیرین وای نستین با طلاق عاطفی، برای اینکه آخه فقط خودشو که نمیسوزونه، همه رو میسوزونه، به اضافه که خانواده ها رو هم میسوزونه. برای اینکه یه مهمونی هم که میرن بقا تو همه، به زور که رفتن مهمونی، گوشه به گوشه زدن ها، نفرین کردن ها، اینا رو صداها رو بچه‌ها میشنون، دوستا و آشنا و فامیلا میشنون، خب زجرآور واسه اطرافیان. برای خودشون از همه و برای خودش از همه دردناکتر و سخت‌تر. پرونده سازی نکنین، پرونده. حالا در آینده میگم چیکار باید کرد که طلاق عاطفی، یعنی علفه که یه ذره رشد کرد، ما جلوش رو بگیریم قبل از اینکه ریشه بکنه. دقیقاً. تقریبا 30 ثانیه وقت داریم، اجازه بدید من 2 تا کامنت دیگه هم بخونم. آقای خانم فری گفتن که من تجربهشو داشتم، خیلی بدتر از طلاق واقعی. خانم نازنینم گفتن که ما با همین ولی کلا صحبت نمی‌کنیم. دقیق. و فراوانن از این کیس ها. حالا امیدوارم، من 2 هفته نیستم، میرم ساوت آفریقا و برمیگردم. وقتی برگشتم چه باید کرد که طلاق عاطفی درست بشه و یا درست تمام بشه؟ این بحث رو ادامه میدیم، خیلی مهمه. ممنون که با ما بودید. مرسی. کمتر از 10 روز